با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. سونی بیوقفه مشغول تولید حسگرهای دوربینی است. کارگران کارخانه‌های سونی در این فصل تعطیلات استراحت ندارند. بنا به گفته بلومبرگ این شرکت برای دومین بار پیاپی کارخانه‌هایی را اداره می‌کند که در تمامی ساعات شبانه روز و همچنین در طی فصل تعطیلات باید حسگرهای تصویری تولید کنند تا بدین شیوه بتوانند جوابگوی تقاضای بازار باشند. سونی با وجود کارخانه‌هایی که 24 ساعته هفته را مشغول به کار هستند، باز هم نمی‌تواند تعادل میان عرضه و تقاضای بازار ایجاد کند. یک کارخانه جدید در ناکازاکی ساخته شده، اما تا فروردین 1400 یعنی آوریل 2021 قادر به تولید تراشه نخواهد بود. این شرکت سرمایه خود را در این بخش دو برابر کرده و آن را به معادل 2.6 میلیارد دلار در سال جاری رسانده است. بر اساس گزارش‌های جدید منتشر شده، هواوی میت X2 به عنوان جانشین هواوی میت X به عنوان پرچم‌دار سال گذشته میلادی قرار است که در نیمه دوم سال 2020 گردد. بر اساس گزارش‌ها تولید این دستگاه مدت‌ها قبل آغاز شده. بایت دنس قصد ندارد سهام خود را در تیک توک به فروش برساند. علی‌رغم گزارش بلومبرگ که می‌گوید گفتگوهای پیرامون بررسی‌های در حال افزایش مقامات آمریکا صورت گرفتند، بایت دنس در حال حاضر مشغول بررسی فروش سهام خود در تیک توک نیست. سرپرست تیک توک یعنی الکس جو یک یادداشت داخلی را به کارمندان ارسال کرده که در آن به گزارش بلومبرگ اشاره شده و حال این یادداشت به دست رویترز رسیده است. بر اساس گزارش‌ها دیش نتورک به عنوان شرکت با اپل، گوگل و یا آمازون است. سرنوشت ادغام 26.5 میلیارد دلاری دو شرکت تی موبایل و اسپرینت در دست قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده یعنی ویکتور مارو قرار دارد. این قاضی بدون حضور هیئت منصفه ریاست این دادگاه را به عهده دارد. قرار است در این جلسه مشخص شود که آیا 14 وکیل عمومی از 13 ایالت از جمله واشنگتن دی سی می توانند این معامله را لغو کنند یا خیر. زیرا آنها این ادغام را اقدامی ضد رقابتی خوانده و میگویند که منجر به افزایش قیمت برای مصرف کنندگان خواهد شد. دانشمندان چینی از سلول‌های تخمدان موش تخمک بارور ساختند. دانشمندان چینی در محیط آزمایشگاه سلول موجود درون تخمدان موش را به تخمدان تبدیل کرده و از آن نوزاد موش عمل آوردند.